برنامه خداوند بیندازم مهربان و با تقدیم سلام خدمت تمام شما حیزان برنامه. خدا کنه جور ساعت و سلامت باشین هر کجایی که هستین، هر کجایی که بیننده برنامه خودتان هستین. امید فرستم لباس و حافیت بر تن داشته باشین و دور از گزند و روزگار زندگیتان را سپری بکنین و تانسته باشین از فرصت هایی که حالا در دسترستان است استفاده خیلی خوب داشته باشین، چون همگی ما شما دوست داریم که همیشه موفق باشیم و همیشه موفقانه و پیش بریم، چون زمانی که اگر شما تصمیم خیلی خوب بگیرین در زندگیتان میتونین که باز هم بقله های از موفقیت خودتان را نزدیک تر بکنین. برنامه رسم زندگی آغاز شد و نیم ساعت مهمان خانه شما حیزان هستیم، پس چه خوب است تا رس ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز ما را همراهی کنید و تنها نگذارید. پل های ارتباطی برنامه در اختیارتان است، 48 کلید 47 و همچنان صفحه فیسبوک برنامه. ما منتظر نظریات و انتقادات سازنده تان هستیم تا بتونیم مطابق همان نظریاتتان بهترین موضوعات را انتخاب بکنیم تا از طریق درجه رسم زندگی تقدیمتان بکنیم. موضوع امروزی برنامه رسم زندگی برمیگرده بر خیانت و پیامدهای آن. موضوع خیلی ها مهم، یک موضوع خیلی ها داغ است و این بحثمون رو آغاز میکنیم با مهمان برنامه‌مان استاد زکریا بارکزای که ایشان روانشناس هستند، در رابطه با این موضوع خیلی ها مهم صحبت هایی می داشته باشند و بازم جا دارد که یک یادآوری خیلی کوتاهی داشته باشم از شمار تماس برنامه 02-220-1093. قبل از این که تماس بگیرین یک موقعیت خیلی خوب را اختیار بکنین تا محافظتان را به گونه درست در برنامه با خود داشته باشیم. سلام استاد، خیلی خوش آمدین، وقتتان بخیر. لطف کردین نیلاب جان، شما امید که جور باشین تا عزیزان صحتمند باشن. حزی که در شروع فصل زمستان قرار داریم، لباس گرم و صحتمندی حافیت نصیب تک تک دوستا. زنده سلامت باشین استاد. ممنون شما. لطف کردین هزی که در برنامه امروزی منتشر کردین. ممنون از شما استاد. خب قسمی که من در ابتدا شروع کردم، موضوعی که انتخاب کردیم و قرار است من و شما روش بحث داشته باشیم، خیانت و پیامدهای آن. اگر در نخست مقدمه ای داشته باشیم. سلامت باشین. ببینید نیلوف جان، انسان ها زمانی که زندگی را آغاز کردن، یعنی از مخلقات انسان ها، بله، پدیده خیانت مورد بحث بوده و در عرصه های مختلف هم موضوع دیده شده. اگر قرار باشه که ما امروز ایره این گونه بحث کنیم که گویا دیگر ریشه خیانت به صورت مکمل از زمین چیده شه و دور شه، غیر ممکن خواهد بود. اما باید نسبت به مسئله آگاهی حاصل کنیم که خیانت از لحاظ لیمیت خود تا کدام حد مورد بحث است و از کدام حد مورد بحث نیست. انسان ها معمولا از دو بوده خوب تشکیل شدن که یکی بوده فردی فرد هست همیشه و یکی بوده اجتماعی که جمع در بر میگیره. انسان ها در بود فردی امواره بعض کارهای را انجام میتن که این کارها مربوط خود انسان میشه. خب مریض هست پیش دکتر مراجعه نمیکنه، ضررش خودش متقبل میشه و خودش دچار مشکل میشه. گاهی دکتر از بعض خوردنی ها اینا را پرهیز میکنن، متاسفانه اینو نوشجان میکنن، ضررش خودش متقبل میشن. یا در بعض جاها اینا پول های خود را در جهت های دیگه ادر میتن، خب ضررش اون خودش متقبل میشن. اینی مساله تحت عنوان خیانت مورد بحث قرار دادن نمیتونیم. یک ضرر هست که فرد با خودش متقبل میشه، اما در بود اجتماعی گاهی ما یک تعهد را داریم، یک تعهد اخلاقی را داریم، یک حد و پیمان را داریم، میاییم امی تعهد اخلاقی یا حد و پیمان را خدشه‌دار میسازیم، اینا را از بین میبریم. اینجا هم مسئله خیانت مورد بحث قرار میگیره. مثل از این که بعض احریما، بعض قاعده ها، بعض قانون ها مشخص میشه چی در زندگی اجتماعی است، چی در زندگی شخصی است، چی در زندگی های فردی است، اما ما میایم به صورت مکمل این پیمان را مورد نقد قرار میدیم، دچار مشکل میسازیم. اینجا مفهوم یا ماهیت خیانت مورد بحث قرار گرفت. خب معمولا امروز اگر نگاه کنیم از لحاظ استرکچر یا ساختمان روانی حالت انسان ها که واقعا چرا به یک بارگی انسان ها دست به خیانت میزنن در حالی که در بعض حالت ها تعهد میکنن که من این چنین کارها را انجام نمیتم، اما باز هم تمایل به انجام دادن چنین کارها از خود نشان میتن. خب شخصیت ما انسان ها یک بخش مکمل از تحت عنوان اصل لذت مورد بحث است، چون همه انسان ها در روی کره خاکی که زندگی میکنن به دنبال لذت هستن و هیچ کس در زندگی نیست که اصلا لذت ها را نادیده بگیرن و به لذت ها هم نرسن. زمانی که شخصیت جنبی حوال شخصیت ما به لذت ها مراجعه کرد توجهی کرد، قسمت دوم شخصیت ما که اینجاها یک مرکز عقلانی هست که میتونه قضاوت ها را در خود داشته باشه، گاهی این قسمت لذت آنقدر قوی میشه که نمی قسمت عقلانی تحت تاثیر خود قرار میده. قسمت سوم که مسئله وجدان انسان ها هست، او نمیتونه که همواره بین میانجیگری این دو کار کرد بتونه یک راه درست را انتخاب کنه. اینجاست که دست به یک سلسله فرد دست به یک سلسله خیانت ها یا کارهایی را میزنه که جامعه به صورت مکمل تحت عنوان موضوع خیانت میشناسه. پس ما هم دغدغه خیانت یا ماجرای خیانت را در اما موارد مورد بحث داریم، در پدیده های اجتماعی مورد بحث داریم، در پدیده های فردی مورد بحث داریم، بله، و در پدیده های زندگی مشترک مورد بحث داریم. از این که لفظ مرکزی ما رسم زندگی هست و رسم زندگی در خدمت خانواده هست، امروز
پیرامون مسئله در بود یا در بسترهای زندگی اجتماعی کمی بیشتر توجه میکنیم و بیشتر موضوع رو مورد بحث قرار میدیم. دقیقاً استاد، نکات خیلی خوب را یادآوری کردین. حالا استاد، اگر در رابطه به انواع خیانت اشاره داشته باشین که خیانت در کل چند نوع است؟ سلامت باشین. خب امروز اگر بیایم به صورت مکمل دسته‌بندی کنیم، خیانت تو ساده پیدا میکنیم که با چند مدل از خیانت رو برو هستیم که البته خیلی داغ است، به خصوص در سرزمین ما افغانستان. اول میایم به خیانت های رفتاری. در خیانت های رفتاری معمولا فرد با وجودی که از خود خانواده داره و با این خانواده خود حد و پیمان بسته که تا آخرین نکته کار با این خانواده صحیح می باشه، اما باز هم در حریم خانواده خیانت میکنه و دست به یک سلسله فعالیت های دیگه میزنه. یا در این خانواده عشق سلب شده، یا در این قانون خانواده اعتماد سلب شده، یا در این قانون خانواده توانایی سلب شده، و یا در این قانون خانواده تنوع طلبی اصلا مورد بحث نیست. اینا در خیانت های رفتاری خود کوشش میکنن که بعض نیازمندی های خود رو که اینا ارضا کنن در جهت های دیگه ارضا میکنن. خب اینجا را این خیانت رو به نام خیانت های رفتاری مورد بحث قرار میدیم. در مقابل خیانت های رفتاری معمولا خیانت های ذهنی مورد بحث است. گاهی اوقات انسان ها از لحاظ کرکتر فیزیکی در یک نهاد کار خود را پیش میبرند، یا در یک قانون خانواده هستند، یا با زوج در زیر یک چتر زندگی میکنند. هم از لحاظ فیزیکی با این شخص یک جا هست، در آشپزخانه با یک جا هست، در بستر خواب با یک جا هست، در کارهای خانواده با یک جا هست، ولی به جایی که با این شخص یک جا هست، یک شخص دیگر در ذهن خود مجسم یا تصور کرده است که تصویر در ذهنش از شخص دیگه است، کارکرد از شخص دیگه است. اینجا ها زمینه را برای ارضای نیازمندی خود مساعد می سازند. خیام نو از خیانت است، در بود یا کرکتر مدل ذهنی هست. خیانت سیم از تحت عنوان خیانت های کلامی هست. خیانت های کلامی معمولا توسط گفتارها و تحریرات قلمی ارضا میشن. ما شاید از مسئله هستیم که در عصر تکنولوژی بعضی کسا هستند که از آدرس حرف گفتن و تصاویر خود را ارضا میسازند. اینا زمانی که داخل چت میشن، چت های سکس یا مزخرف را در خود دارن، داخل بحث حرف میشن، حرف های مزخرف را در خود دارن، داخل پیامت های کتبی میشن، حرف های یا تحریرات خیلی مزخرف ازش را در خود دارن. خب این یک نوع خیانت است که هم به حریم خود هم به حریم خانواده خاطر تطنون خیانت های کلامی. پس مدل سه مدلش مورد بس بود که یکی رفتاری بود و ذهنی بود و دیگه هم کلامی بود. کلامی، بله. پس چه خوب است هموطنان عزیزم، همیشه فقط متوجه این باشین که یک فرد صادق باشین، یک فرد همینه باشین، چون زمانی که اگر ما شما راستکار و راستین باشیم، بدون شک تونستیم خیلی موفق باشیم. میان برنامه و دوباره برمیگردیم. بازم برگشتیم، با شما خوبان برنامه هستیم. در ادامه برنامه خودتون و قسمی که در ابتدای برنامه یادآوری کردم، موضوع امروزی رسم زندگی برمیگرده بر خیانت و پیامدهای آن. استاد ذکریا بروغزه همچنان با ما هستند که شان روانشناس هستند. نکات خیلی خوب، مهم و اساسی را یادآوری کردند در رابطه با خیانت و انواع خیانت. خب حالا استاد، دلیل در چیز؟ چرا بعضی از افراد اشخاص خیانت میکنند، بخصوص در زندگی مشترکشان؟ نیلوف جان، اگر مسئله تو باشه که ما بگیم در جامعه افغانستان اصلا خیانت نیست، بله، خیانت چیده شد و در آینده ها خیانت هم صورت نمیگیره، حرف ما به صورت مکمل اشتباه هست. خیانت بوده، خیانت هست و خیانت هم میباشه. این یک اصل هست، بله. اما بس های ما پیرامون از این موضوع هست که ما این لیمیت خیانت را در کدام حد داشته باشیم تا از آدرس خیانت ضرر نکنیم. یک زندگی 20 ساله که شکل گرفته ای از بین نره، بچه ها به سرنوش نمونن و شخصیت فرد هم زیر سوال قرار نگیره و به صورت مکمل هر چشم خود نیفته بس میبره. بس هم در اینجا ای است و هدف مهمم در کار کرد همین موضوع بوده میتونم. خب معمولا امروز هر چیز عوامل در رو دخیل هست که عوامل ها میای و دست به دست هم میتونه و بالاخره فرد رو به موجهت مسئله هم سوق میده. در مورد خیانت چند عامل مورد بحث است. یکی گذشته فرد، این مسئله مورد بحث است. بله. در گذشته فرد میای فرد رو این گونه مورد قضاوت قرار میتیم که فرد همیشه دارای سه جنبه شخصیت است. یکی شخصیت دوران کودکیش است، یکی شخصیت دوران بالغش است، و یکی شخصیت والدش است. در دوران کودکی انسان ها از تولد تا 5 سالگی همیشه در تلاش آزادی هستند که آزادی رو در خود داشته باشند، اما تحت تاثیر کارکردهای خانواده است. به هر گونه که ارزش های خانواده حکم فرما باشه، کودکان در اینجا هم قسم زندگی رو پیش میبرند. یکی شخصیت دوران بالغ انسان ها است که در دوران بالغ انسان ها زمانی که به حد نوجوانی میرسن، سعی میکنن که کرکترهای متفاوت را نسبت به دیگران داشته باشه، اما خواست های دوران نوجوانی، چیزهایی که به صورت غریزی در وجودشان است، اینا را به صورت مکمل اجرا کنند. یکی شخصیت والد ما است که دوران کودکی و دوران جوانی تحت تاثیر کارکرد خانواده است. و در کارکرد خانواده هر آن چیزی که در کارکرد خانواده کن فرما بوده، این بالای شخصیت هم تاثیرگذار هست. حالا فرد در زندگی های گذشتهش از آزادی بسیار بالای برخوردار بوده، همیشه حرف را در کنون خانواده خودش گفته، همیشه به چیزهای خواسته دسترسی پیدا کرده. به یک بارگی زمانی که می در فضای ازدواج، در چارچوب ازدواج قرار میگیره، یک سلسله
شرط یا قید و بندها برای این مطرح میشه. زمانی که شرط ها برای این مطرح شد، این در چارچوب ازدواج خود را پیدا کردن نمیتونه که این همه چیزها را تطبیق کنه، بدلی که گذشته کار کرده خانواده به گونه دیگه بوده. این دست به اکثر فعالیت هایی میزنه که شاید این فعالیتش از طرف قانون این خانواده خیانت بررسیش آینه هم فرد خائن حساب شه. خب گذشته در اون مسئله نقش داشت. نکته دوم، ازدواج های اجباری. معمولا انسان ها زمانی که در ازدواج های اجباری قرار میگیرن در جامعه زمانی که خب استاد با مزرعه صحبت تو قطع کردم، تماس داریم ببینیم کدام هموطن ما هست کجا تماس گرفتن. بله سلام، وقت بخیر. علیکم سلام. خوب استین ساعتمند که هست کجا تماس گرفتن؟ تشکر، بایزد باشین. جاوید هستم از خیرخانه هم بایتان بتماس. خیلی خوش آمدی برادر عزیز، صفا آوردی در برنامه خودتان. سلام بشینا، سلام دوستاد مسترم، ممنون برنامه تان کرد. بفرمایید سوالتان را مطرح بکنید. ما سوال داشتم از استاد، مشاهده میان پیرامون موضوعیتان باشه که من زیاد وابسته گذشته خود هستم. بگر همون خاطرات چیز که در گذشته هست زیاد به اون فکر میکنم، وابسته از استاد نمیتانم که به همین زندگی که داینده من پیش رو دارم یا فردا یا یک ساعت بعد به این فکر کنم. نسبت با اینده فکر میکنم و گذشته زیاد فکر میکنم. چه قسم همی رای هست که من زمین جواد عزیز، دو سوال بسیار کوتاه و جواب ما رو کوتاه بگوین. یکی که شماها فعلا مجرد هستین، ازدواج نکردین؟ بله مجرد هستم، مسئله پنتین هستم استاد. بسیار خوب. و گذشته شما به گونه بوده که حتما وابسته کسی بودین و کسی را دوست داشتین؟ بله دقیقا استاد. و حالا آمادگی داری که انشاءالله نامزاد شوی با او شخص، نه با شخص دیگر؟ بله. تشکر، ممنون، سلامت باشین. وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. بفرمایین استاد. به جواب جوجان میپردازیم که فرصت از دست. خب ببینید، مسئله بسیار خوب رو یادآوری کردن. یکی از موضوعات در زندگی مشترک مسئله خیانت که صورت میگیره، مسئله ازدواج های اجباری است. خود در ازدواج های اجباری زمانی که فرد قرار میگیره به یک بارگی که در جامعه اینا جایگاه خود را پیدا میکنن، تنوعات جامعه را نگاه میکنن، آرمان هایی که در ذهن اینا بودن، خب هر انسان در تلاش ازی است که آرمان های ذهن خود را تحقق ببخشه. بله. خب اینا ناگزیر هستن به خاطر ارضا چنین مسئله دست به یک سلسله فعالیت های بزنن، شاید این فعالیت ها خیانت حساب شه، در حالی که هیچ طرف دیگران درک نمیشن و ما رو درک هم قرار نمیگیرن. خب تاثیر ازی هم ازدواج های اجباری بود که در کار مورد بس قرار گرفت. حالا در قسمت بعد سوال عزیز ما جاوجان، ببینید هر گاهی که میگیم فرد زمانی که در زندگی مشترک تازه میخوای گام بگذاره یا دوره نامزدی از اینا باشه، خب خامخا یک سلسله گذشته ها را با خود داره. اگر ما گذشته ها را با خود دفن میکنیم، نیلاب جان، در دل خود نگهداری میکنیم و هیچ وقت به طرف مقابل خود بازگو نمیکنیم، این همیشه در ذهن ما هست. احتمال داره عجمله فرد باشیم که با این فرد در زیر سقف زندگی کنیم، از لحاظ فیزیکی با هم یک جا باشیم، از لحاظ ذهنیت ذهن ما وابسته به کس دیگه باشه. اگر بیایم این موضوع را در صورت نامزدی یا قبل از نامزدی با طرف مقابل در میان بگذاریم که ما انسان هستیم، به اساس وابستگی که نسبت به این فرد داشتم از این جدا شدم، این یک دلیل، دو دلیل، سه دلیل، اما از این بعد یک تعهد میکنم که با شما زندگی را پیش برم و هم زندگی مربوط شماست. یکی، شماها نسبت به من از زبان دیگران خبر نمیشین، و یکم نسبت به موضوع خودم برای بازگو کردم. زمانی که بازگو کردم همه چیزها از این حل شد و مشکل مسئله هم رفت. اما اگر قرار در مورد مسئله این باشه، نه، یه حرف را پنهان میکنم، اینجا صدا من نبینه، جای دیگه هم صدا نبینه، ما رو مشکل مواجه میکنه. در آخرین تحلیل خود برای جوجان تو اشاره میکنم که شما قبل از نامزدی موضوع رو با طرف مقابل در میان بگذارین. یک مسئله هست که اینی برای شما کدام آر هست، نه برای شما کدام شک هست، و نه برای شما کدام موضوعی هست. خدا نکرده شخصیت شما رو زیر سوال قرار بده، یک موضوع طبیعی بوده و هر جوان از خاصای برنامه زندگیش بوده، اینجا میشه مشکل موضوع حل شد. یکی از دلایل های بسیار اساس در امر خیانت که همیشه مورد بحث ما قرار میگیره، موضوعات مداخله بعض امورات دیگران نه. در مسائل زندگی هست. ما در یک زندگی اجتماعی، یک در زندگی زیر سقف قرار گرفتیم، با خانم زندگی خود را پیش میبریم، اما در این مورد زندگی بعضی کسا این مداخلات را میداشته باشن که شما زندگی را به سر میبرین، این آقا یا این خانم در آینده ها، در گذشته ها چنین موارد را در خود داشت، اما هیچ وقت این موارد را برای شما بازگو نکرد. زمانی که این موارد را برای شما بازگو نکرد، شاید اینجا دچار مشکل شون. اینجا یک عرف را در ذهن ما اینا ایجاد کردن. زمانی که اگر فر ایجاد کرد، وقتی که در ذهن انسان ها اگر ایجاد شد، یک پیام ایجاد شد، این پیام انسان ها را به طرف خیلی مسائل میکشانه، شک به میان میاد. زمانی که شک به میان اومد، هر کرکتر طرف مقابل برای ما خیانت جلوه میکنه. شاید در آینده ها با وجود که هیچ خیانت هم نبوده، ما خیانت بررسی میکنیم و زندگی را به یک بارگی و مشکلات اساس هم سوق میده. یکی از دلایل بسیار اساس در جهان سیام همین موضوع اقتصاد مورد بس است. خب در مسائل اقتصادی گاهی اوقات ما تو کوشش میکنیم که زندگی را باید از کدام راه ها بتونیم همه کمودیش را تکمیل کنیم. وقتی که ذهن ما در مورد مسئله برای ما گزارش خوب یا گزینه خوب رو انتخاب نمیکنه که مسیرهای مشروع هم در کار هست، ما دست به یک سلسله فعالیت های میزنیم که این فعالیت ها میاد در قالب
موضوع خیانت و خیانت هم جایگزین میشه و یکی از مسائل بسیار اساس و مهم انتقام جویی در برنامه های زندگی است. انتقام جویی هم زمین انسان ها را میکشونه به طرف مسئله خیانت. اینجا ها روانشناسان تو بحث کردن که خیانت از طرف آقایان روی کمبود مسائل جنسی صورت میگیره. هرگاهی که در کانون خانواده اینا به سطح اقناع یا قناعت نمیرسن دست به یک سلسله خیانت میزنن. اما خیانت را در خانم ها چیز دیگه پیدا کردن، گفت خیانت در خانم ها ناشی از نارضایتمندی هست. وقتی که یک خانم در کانون خانواده نارضایتمند هست دچار مشکل میشه. و دلیل آخر در مورد موضوع زمانی که اگر خانم احساس کرد که ما در این کانون خانواده دیگه در هم زندگی کردن نمیتونم، همیشه تنها میشنوم، حرف میشنوم، آقا برای من خیلی تمایل نداره، علاقه مندی نداره، در حالی که آقا خیلی قلب پاک داره، اما از سادگی خود همیشه من زمینه رو برای مثلا مساعد میسازه که ما در این دفتر کار میکنم، در این دفتر 4-5 دختر هستن، همیشه با ما دوست هستن، اونا عاشق و وابسته ما هستن، خود به خود ما زمینه رو برای خیانت مساعد کردیم که در این کانون خانواده خیانت هم صورت بگیره. اینا دلایل هایی است که البته در جامعه افغانستان بیشتر کاربرد داره، در حالی که در جامعه دیگه نسبتا این کاربردش کمتر هست، میتونه که ما رو به طرف خیانت هم سوق بده. دقیقاً استاد، حرفای خیلی خوب را یاد کردین در رابطه با خیانت کردن. اینکه حالا استاد راهی هم چنان وجود داره به خاطر اینکه بعد از خیانت بتونن دوباره بازسازی داشته باشن. بله. همان رابطه مشترکشون را. خیر، سلامت باشین. ببینیم میگم در قسمت راهکار در امر خیانت، اولا اگر ما خیانت طرف مقابل خود رو میبینیم هیچ گونه نیاز نداریم پیش از اینکه به نتیجه کار برسیم این موضوع خیلی ها کلان جبلا بتیم. متاسفانه در جامعه ما افغانستان همین موصله کم فرما هست. به مجرد که یه خیانت خیلی خردریزی طرف مقابل رو میبینیم به یک بارگی عمله ور میشیم و در مورد موضوع همه گیر آگاهی میتیم. اگر ماجرای دغدغه خیلی ها خرد است، این به صورت مکمل هم بزرگ تبدیل میشه. میگیم عزیزان ارگاهی که شما ها در زندگی یک جای در زندگی مشترک آمدن یک خیانت را نگاه کردین، این خیانت را در قدم اول برای خود فرصت بتین یک تحلیل کنین که خیانت روی چی دلیل صورت گرفته. آیا خانمی که در مقابل آقا قرار داره تیپ ما برایش خیلی خسته کن شده؟ آیا ما در مورد سلیقه ظاهری برای رسیدگی کردن نتونستم؟ آیا از لحاظ حرف همیشه بالا از این غر زدم، داد و بیداد کردم؟ یا آیا همیشه بدل از این کارهای را انجام ندادم؟ این موضوع به مراتب خوبتر است. کمبودی خود را در اینجا مورد بس قرار داد. وقتی که ما طرف مقابل را دیدیم که خیانت کرده، کمبودی خود را پیدا کردیم، ما به جای اینکه بتونیم موضوع زور خیلی بزرگ جلوه بدیم، ما اینجا فعالیت های خود را کم کم سازنده تمام می‌سازیم که همه کمبودی خود را تکمیل کنیم. وقتی تکمیل کردیم بالای طرف مقابل تاثیرگذار است و مشکل ما در مورد موضوع حل میکنن. نکته دوم، ارگاهی که در کانون خانواده یک خیانت حکم فرما میشه، بهترین راه حل یا بهترین روش برای مسئله تفاهم هست، صحبت هست که باید در میان نشست و صحبت هم کرد. مثل که روانشناسان میگه اگر در کانون خانواده اعتماد و احترام به صورت مکمل سلب شد، این فضای کانون خانواده به جنگل تبدیل میشه. در جنگل هم قوی ترین کس شیر هست و شیر هم قدرت اختیار جنگل رو در خود داره. ما اجگاه اجازه ندیم کانون خانواده یک فضای خانواده به یک فضای جنگل مبدل شود. در اینجا همه چیز با دوا و ماجرا و دغدغه ها در سطح بسیار بالا حل شه. اینجا موضوع رو با حرف در میان میگذاریم و با حرف موضوع رو حل کرده میتونیم. نکته سوم، زمانی که در بس یا کانون خانواده ما یک خیانت رو میبینیم، به هر نوعیتی که باشه خیانت رو میبینیم، ما به صورت مکمل یک بار نسبت به گذشته و یک بار نسبت به آینده مثلا نگاه میکنیم. خب طلاق رای حل نیست، جدا شدن رای حل مثلا نیست. اگر قرار باشه با یک خیانت طرف مقابل رو ازش جدا شدی، آیندی بچه ها چی خواهد شد؟ آیندی کانون خانواده چی خواهد شد؟ و ما همیشه باید به خود این رو فکر کنیم. اگر یک دختر خانم که ازدواج میکنه، اون دختر خانم سالهای قبل نیست دیگه، اون نسبت به این که در یک مربوط یک خانواده هست، متعلق به یک خانواده بوده و مادر فرزند است. اگر آقا هم در برنامه زندگی ازدواج میکنه، اون آقای سابق نیست که اگر فکر کنه که من یک زمان نوجوان بودم، خریدار من چندین دختر بود و حالا من بالاخره از اون جمله فرد هستم که از خانم جدا میشم با خانم دیگه ازدواج میکنم. مثلا چون این موضوع مورد نسی هم اعتبار خود را در جامعه نسبتا از بین میبره، به خاطر از اینکه هم پدر اولادها هستن و اینا باید حضور در نظر داشته باشن. و یک مسئله که در لیمیت خیانت خیلی میتونه انسان ها را کمک کنه، جوامع پیشرفته یعنی میره در نظر گرفت کشور آلمان و آمریکا و استرالیا و کانادا در مورد موضوع تو کار کردن، کونها یک تعود اخلاقی دارن. با خود تعود اخلاقیشون چی گونه است؟ اگر یک آقا می برای خانم پیشنهاد میکنه که من با خود دوست میشم، میشه امروز با هم یک قهوه بخوریم، چکر با هم بزنیم، خانم برش میگه که بر ما صادقانه راست بگو کی هستی، آدرسش چی هست، از کدام آدرس آمدی. اگر گفت که من متعهل هستم، هیچ با این دوست نمیشه، به دلیل که میگه خانم داری، در حق از او خیانت مکمل میشه. خب پس میگه اگر خانم نداشتی شاید با این دوست باشه. هم متاسفانه در جامعه ما افغانستان خود ما دست به سلسله خیانت ها میزنیم و خیانت ها رو خود ما مساعد میسازیم، با وجودی که دختر خانم میفهمه که این آقا آقای متعهل است، باز هم به این آقا پیمان خورده است و همیشه رد از آقا رها نمیکنه. با وجودی که این آقا میفهمه که خانم متعهل است، مربوط به خانواده و مربوط به کرکتر خانواده است، بازم رد زیر رها نمیکنه، دست به مشکلات میزنه. خب پس این یک تعود اخلاقی است نسبت به گفتمان های
رسم زندگی نسبت به گفتمان های کتاب ها اگر بتونیم این تعادل اخلاقی را با خود ما پیدا کنیم واقعا میتونیم از خیانت هم جلوگیری کنیم و دست بکشیم. بله، پس چوک باسته همیشه فقط در فکر این باشین که چگونه میتونین در یک کانون خانوادگیتون خیلی خوب بدرخشین، چون زمانی که اگر خیانت وجود داشته باشد نمیتونین هیچگاهی در فضایی که خودتون خوانش هستین، فضای پر از آرامش و آسایش باشد، نمیتونین زندگی خیلی خوب داشته باشین. خب استاد، 3 دقیقه وقت داریم، اگر در رابطه با پیامد های خیانت در زندگی اشاره داشته باشین خیلی خوب میشه. سلامت باشین. گاهی در برنامه زندگی ما اینگونه فکر میکنیم که ما دست به خیانت زدیم و خیانت را همیشه ده. انجام دادیم، طرف مقابل حسن زده ما آگاهی نداره، در حالی که حرف اشتباه است. هیچ نیاز نیست که طرف مقابل خیانت ما را همیشه با چشم ببینه، اما در حالی که کارکرد وجود ما یک فیدبک بسیار خوب برای طرف مقابل است، خیانت ما را به صورت مکمل نشان میده. همین که حتر تن ما عوض شد یا تبدیل کرد، این نشان دهنده خیانت است برای ما نشان میده. همین که حالت شاد بودن ما از ما گرفته شد و کم عاجز شدیم، این نشان دهنده خیانت است. امی که همیشه به قول خدا فانا دادیم محمدیم عصبانیت را در کانون خانه آوردیم، این نشان دهنده خیانت است. خیلی پس ما در اول پیامد شمی است که هیچ وقت اینگونه فکر نکنیم که حتما پیامد خیانت ما فلم برداری شد و سب شد و بیا برخ ما کشانده شد. وقتی که ما خیانت را انجام میتیم، بدون شک زندگی قانون هرزه و تقاضا است، چیز داد چیز گرفت. هرگاهی که ما خیانت را انجام دادیم، خیانت هم به طرف ما انجام صورت میگیره. این یک اصل است و در زندگی از این چشم پوشی کرده نمیتونیم. پس ما خیانت را انجام ندیم تا خیانت را متقبل نشیم. این موضوع در نظر بگیریم. نکته دوم، خیانت یکی خوب زندگی دو فرد را از بین میبره و یکم سابقه زندگی زن را به صورت مکمل زیر سوال قرار میده، چون به خاطر که فرد اگر دست به خیانت میزنه اینجاها یک زندگی شخصی را داره که با خانم خود زیر یک چتر زندگی میکنن، اما در اینجاها زندگی های دیگه را هم با خود داره، زندگی کاری را هم با خود داره، زندگی شغلی را هم با خود داره و شخصیتش هم به صورت مکمل رشد کرده. خب با یک خیانت خود را که به خاطر دقایق بسیار کوتاه زندگی، لذت های بسیار کوتاه زندگی انجام میده، اینجا چندین مورد کار خود را زیر سوال قرار میده و دچار مشکل میشن. و نمونه دیگه در برنامه های زندگی، اعتبار در کانون خانواده خیلی ها خوب است. یک فرزند زمان بالای پدر بالای مادر خود اعتماد کامل داره که اینا از لحاظ احترام و اعتماد بالای یکی دیگهشون به صورت مکمل خوبتر اینها بتونن قبول داشته باشن. اما اگر اعتماد و اعتماد از اینا سلب شده باشه، فرزندان هم نسبت به اینا هیچگاه احترام نمیکنه و مورد اعتماد هم قرار نمیده. این پیامدهایش بود که همیشه در قبال داره. زنده سلامت باشین استاد، ممنون از شما حضی که تشریف آوردید. خواهش میکنم، خواهش میکنم. زنده سلامت. خب دوستان بیننده، هی بود برنامه امروز که تقدیمتان کردیم. تا سلام و فرصت دوباره، خدا و نیارو نگهدارتان. همیشه شاد و موفق باشین. بازم ما منتظر نظریات و انتقادات سازنده تک تک شما عزیزان هستیم و همیشه وقت تلاش میکنیم هر گزاری داشته باشیم تا بتوانیم مطابق همان نظریات دیدگاهتان بهترین موضوعات را مثل امروز انتخاب بکنیم تا حیثیت همین برنامه تقدیمتان بکنیم. و اگر خوان این هستین که بازم برنامه را به بار دوم ببینین، بازم برین به کانال یوتیوب خورشید رسم نگه سرچ بکنین و میتونین که برنامه خودتون را تماشا بکنین. تا بعد، خدافظ نگهدارتون.